با مجموعه خبری ساعت ده با من یواس یواش خوش آمدید. سرخط خبرها. بزرگترین پروژه توانمندسازی زنان از آمریکا تا افغانستان. بزرگترین برنامه آمریکا در بخش توانمندسازی زنان افغان امروز گشایش یافت. برنامه ارتقا برای 75 هزار زن افغان برای دسترسی به اصلهای رهبری در نظر گرفته شده است. افغان ها به صورت عموم و تمام زن افغان به صورت خصوص حاضر هستند که از هر دلار حساب کنند. رویاهای رسیدن به اروپا که غرق در آبهای ترکیه شدند. جسدهای 10 شهروند افغانستان که در آبهای ترکیه غرق شدند امروز به خانواده هایشان سپرده شد. بیادر ما سخته یک خانم خو سوشتی کسی هست که بمی حادثه بودیم. علت وقوع حادثه تعداد بیش از ظرفیت کشتی بوده که توسط کشتی حمل می شود. کرسی های تقسیم ناشده و ادامه کشمکش بر سر تشکیل کابینه. سهم رئیس جمهور و رئیس اجرایی در گزینش وزیران در هفته جاری روشن خواهد شد. پدی هفته که با دی کابینه دی تشکیل هغه چوکاټ بندی ته ضرورت ده یو مشهود او محسوس تغییر راسی. و بازگشت دوباره به میدان جنگ گذشته. آمریکا 1500 نظامی دیگر به عراق میفرستد. به نام خدا و شب شما بخیر. بزرگترین برنامه آمریکا در بخش توانمندسازی زنان افغان گشایش یافت. این برنامه با حضور رئیس جمهور، رئیس اجرایی، وزیر خارجه نروژ و سفیر آمریکا در کابل آغاز شد. باراک اوباما نیز در یک پیام تصویری از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا برای افزایش ظرفیت‌های زنان افغان کار کنند. برنامه پروموت یا ارتقا از سال 2015 تا سال 2024 برنامه‌های بنیادی را برای توانمندسازی زنان افغان تمویل خواهد کرد. همه به اینجا آمدند تا در بخش ارتقای ظرفیت های زنان، توسعه رهبری آنان، سهم دهی بیشتر به زنان در حکومت، رشد اقتصادی زنان و دادخواهی از زنان در برابر خشونت ها در کشور صفحه تازه ای را باز کنند. این برنامه بزرگترین کمک نهاد توسعه ایالات متحده آمریکا برای زنان کشور در تاریخ آن کشور به افغانستان گفته می شود. رئیس جمهور غنی امروز را روز مهمی در تاریخ محاصر کشور در بخش کمک به زنان افغان می داند. افغان ها به صورت عموم و تمام زن افغان به صورت خصوص حاضر هستند که از هر دلار حساب بدن. شفافیت هدف ماست. اما امید است که مؤثریت استعمال پول با هم بسنجیم و با هم عملی کنیم. 40 مارکت عمده امریکایی را لطفاً با زنای افغان مستقیماً ارتباط بدین تا پیداوار ما در امریکا فروخته شود. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در یک پیام ویدیویی بر همکاری های بیشتر کشورش با افغانستان برای رشد زنان افغان سخن میزند. برنامه ارتقا برای 75 هزار زن افغان برای دسترسی به اصلهای رهبری در نظر گرفته شده است. همان گونه که رئیس جمهور غنی از آن در بخش های اقتصادی، تحصیلی، دولت و سیاست یاد کرد. وزیر خارجه نروژ که به کابل آمده است در نخستین روز سفرش در این نشست حضور یافت و بر همکاری های کشورش برای زنان افغان تاکید می‌ورزد. این کشور سزاوار پیشرفت است و مردم افغانستان سزاوار پیشرفت و روزهای صلح‌آمیز در آینده اند. اما یا تا چه اندازه در مصرف این کمک ها به ویژه در بخش ارتقای ظرفیت های زنان کارهای بنیادی صورت گرفته است؟ همسر رئیس جمهور غنی در این باره این گونه می‌گوید: من امیدوار هستم که این برنامه تنها برای زنان شهرنشین بسنده نکند، بر خواهران آموزش دیده آنانی را که در ولایت‌های دوردست هستند به این روند جلب کنند. چیزی که در چند سال اخیر وجود نداشت یک هماهنگی بین دونرهای بین المللی بود. امیدوار هستیم که دونرهای بین المللی هم هماهنگ بسازند برنامه خود و هر کدام به زعم خود یک برنامه را پیش نبرند. این نخستین باری است که ایالات متحده آمریکا 216 میلیون دلار را برای بهبود وضعیت زنان افغان و ارتقای ظرفیت‌های آنان اختصاص داده است و گفته شده است که کشورهایی که می‌خواهند به این برنامه بپیوندند می‌توانند تا 200 میلیون دلار دیگر را در این بخش‌ها هزینه کنند.
در 13 سال گذشته خانم ها در افغانستان توانستند تا در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دستاورد های زیادی داشته باشند. اما همواره انتقادها بر این است که بیشتر خانم هایی که در داخل شهرها زندگی می کنند در 13 سال توانستند پیشرفت هایی داشته باشند و خانم های روستایی در بسیاری موارد به فراموشی سپرده شدند. سید طارق مجیدی، تولونیوس. فوزیه کوفی رئیس گروه پارلمانی زنان در مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین خانم کوفی. این برنامه از دید شما چگونه است؟ چقدر برای عملی شدنش واقعا زمینه ها در افغانستان وجود داره؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم. اساسا این برنامه در زمانی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بود بر زنان افغانستان تعهد شده بود که در او زمان تصور میشد که بین 250 تا 300 میلیون دلار باشه و در او زمان نام از این برنامه به نام ویت یا زنان و انتقال بود که تلاش به این بود که در پروسه انتقال زنان افغانستان فراموش نشن و شامل از این پروسه باشن. اما طبعا وقت تغییر در هر افراد میاد طبیعتا سیستم هم تغییر میکنه، ولی خوشبختانه که بالاخره این پروژه تحت نام ارتقا به افغانستان آمد. البته همطور که امروز رئیس USAID میگفت که یکی از بزرگترین پروژه های کمک برای زنان در بیرون از امریکا برای دولت امریکا است. از این جهت ما خوشحال هستیم که یک فرصت جدید ایجاد شده، اما در عین زمان باید متوجه باشیم که این پول به شکل شفاف مصرف شود و به شکل مؤثر مصرف شود. البته از هدف این پروژه معلوم است که در دو قسمت بیشتر تمرکز خواهد داشت، یک در قسمت حمایت سیاسی زنان یا حمایت زنان در قسمت‌های رهبری و دوم در بخش اقتصادی زنان. ولی اگر به شکل مؤثر مصرف نشه، خب ما شاهد بودیم که در گذشته هم پول زیاد به افغانستان آمد اما بیشتر در گرو چند مؤسسه و اینجوری خاص بود. حالا نگرانی هم همین جاست که این پول ها به نام زنان برداشته نشود، در پروژه هایی که حیف و میل شود به مصرف نرسه، چه تضمینی وجود داره واقعا شفافیت رعایت شود در این برنامه؟ خب من پیشنهاد میکنم که حکومت افغانستان یک مکانیزم میره برای شفافیت به شفاف مصرف شدن این پول روی دست بگیرن که شامل نظارت از اجراات و تطبیق از این پروژه باشه و همزمان به شامل تشخیص اولویت ها باشه. من خوشحال هستم که امروز رئیس جمهور با یک مسئله بسیار مهم اشاره کرد و او ایجاد یک دانشگاه، یک پانتونه که توسط خود زنان اداره شه و برای زنان باشه. البته یک مسئله بسیار مهم است برای اینکه یک فاصله بین زنان دهنشین و شهرنشین بسیار زیاد شد در 13 سال گذشته و یکی هم فاصله بین دخترانی که از مکتب فارغ میشن و اونایی که جذب دانشگاه و پانتونا میشن. اگر بتانیم ما با این پول کمک های سرمایه گذاری اساسی کنیم از پروژه های روزمره و کوتاه مدت که به اصطلاح خود کفایی در پی ندارن بیرون شویم، یک اول یک دانشگاه، یک پانتون برای زنان ایجاد شود که تنها محصلینش و دانش آموزا زن باشه، این بسیار کمک میکنه. و در قسمت رهبری یا توسعه رهبری من فکر میکنم که سرمایه گذاری باید صورت بگیره که او زنایی که در ادارات دولتی کار میکنن ظرفیتشان بالا برده شود. حالا با چی میکانیزمی در سخنان بانوی نخستم بود که باید به زنانی که در روستاها هستند رسیدگی شود، اما با چی میکانیزمی در 13 سال گذشته که بیشترین خانم ها دور ماندن از کمک هایی که به نام خانم ها به افغانستان آمد و به مصرف رسید؟ خب در سالهای گذشته بیشتر چند مؤسسه بود که متاسفانه اونا دور ارگ گرفته بودن و در هر پروژه و برنامه هم اونا بودن. من امیدوار هستم که دیگه همونطور که رئیس جمهور گفت که اجازه ندین من در دست چاپلوسا بیفتم، نه تنها در دست چاپلوسا بلکه در دست همون مافیای اینجوها هم نیفته رئیس جمهور. مؤسسات مختلف با فکرای مختلف و مخصوصا با قرا و قصبات بیاین و طرح از قرا و قصبات بیان طرح خود ارائه کنن. البته در چند ولایت کننده باید خود حکومت افغانستان باشه و یا نهادهایی که در راستای کار با زنان مصروف هستند؟ خب اساساً این از طریق یعنی یک از وزرای مرتبط به این مسئله وزارت امور زنان است، ولی با تاسف که وزارت امور زنان تنها در حد پالیسی باقی مانده، یک وزارت پالیسی ساز است که ما پیشنهاد جدی دیگه می است که یک مقداری وزارت اجرایی باید شود تا کارش قابل دید باشه. در حال حاضر باید از طریق مؤسسات پیش برن چون وزارت پالیسی ساز است. اگر وزارت اجرایی شود خود وزارت امور زنان میتونه بسیاری از مسائل از جمله مثلا حمایت مسلکی از شلترا و خانه های امن پیش ببره. حالا یکی از بحث های عمده نبود امنیت است و حضور و سایه طالبان در برخی مناطق افغانستان. در نبود امنیت چگونه میشه دم زد از این که چنین کمک های و چنین برنامه‌ای در روستاهای دوردست افغانستان بشه تطبیق شود؟
خب این پول غلط فهمی نشه که برای تمام ولایت افغانستان نیست. امروز تذکر رفت که به چند ولایت خاص است که شما می‌دونید که امنیت و انکشاف با هم پیوند ناگسستنی داره. در مناطقی که انکشاف کمتر است احتمالاً زمینه‌ها بر ناامنی هم بیشتر است. من یقین دارم که تطبیق پروژه‌هایی که کمک کنه برای کاریابی، کمک کنه برای مکاتب مسئول، برای دخترا، این خودش برای امنیت هم کمک می‌کنه. ولی فکر نمی‌کنین که اگر به تمام مناطق افغانستان نباشه عادلانه نیست؟ بسیاری از خانم‌ها دور می‌مانند از این کمک‌هایی که به نام زنان افغان روی دست گرفته میشه. این یکی از موارد است که امروز ما هم تعجب کردم وقتی چون برداشت ما این بود که این کمک ها سرتاسری بر تمام افغانستان به شکل عادلانه خواهد بود، ولی امروز وقتی شنیدیم که به چند ولایت و این ولایت هم طبیعتا در حالی که نیاز دارن، ضرورت هم دارن، اما ولایتی است که همیشه دونرا و کشورهای تمویل کننده علاقمند هستند کمک کنند، بنان مناطق کمتر انکشاف یافته باقی میمانند. البته خوب است که حکومت افغانستان بحث کنه با دولت آمریکا که این سرتاسری شوه، ولی در حال حاضر این به چند ولایت خاص است که مازو جهت ام فکر استم با شما که عادلانه بودن و ما انکشاف متوازن که در قانون اساسی رفته او تذکرات او طبیعتاً که زیر سوال میره. سپاسگزار از شما فوزیه کوفی، رئیس گروه پارلمانی زنان در مجلس، ممنون از حضورتان. جسدهای 10 شهروند افغانستان که در آبهای ترکیه غرق شدند امروز در کابل به خانواده هایشان سپرده شدند. در میان این جسدها پیکرهای یک خانواده 5 نفری دیده می شود که می خواستند به اروپا بروند. هفته گذشته 42 شهروند افغانستان در آبهای ترکیه غرق شدند که از این میان 11 تنشان تا اکنون ناپدیدند. رویاهای غرق در آب، تابوتهای چوبی، جسدهای کسانی را در خود دارند که شاید برای داشتن یک آینده بهتر دل به دریا زدند. کشتی حامل 42 شهروند کشور هفته پیش هنگامی که از ترکیه به قصد رومانیا می رفت در آبهای بحیره سیاه غرق شد. از این میان 6 تن زنده از آب بیرون آورده شدند. 25 تن هم جسدهایشان به دست آمد و 11 تن دیگر ناپدید هستند. و ما امروز جسدهای 10 تن به کابل آورده شدند و به خانواده هایشان سپرده شدند. در میان این تابوت ها جسد های یک خانواده 5 نفری است که غرق در آب شدند و چشم مادر خانواده را برای همیش خیس ساختند. بیادر مسخدی یک خانم خو سوشته کسنس که به می حادثه بودین، تقریبا 20 سال میشد که اینا به ایران بودن، خود از زندگی میکرد، 15 سال میشد که یک خانواده شد را به ایران رفت، میاد این عروسی از کردن را به ایران رفت. از اونج ما اتمن ماجرا ما روز رفتم، ما وقت پیش از رفتم که من میرم به خارج میرم، خیلی زیاد کوشش حتی مادر مو میجی بود کوزی کوشش کرد کنه رو و تا جلو ما مرا اکرم ازو میخواست بره، خیلی زیاد کوشش کردیم، وقت خواشن گرفت به ترکیه رفته. شده کشته شده بچه که کام میشه بسیار احمد محمدی است، نگه می خواست استرالیا بره چی رقم نمی مابین را بده چی همی کشتی غرق شده دیگه فعلا میام شاید شده اومد ببینید چی رقم است. چند ساله بود مجرد بود؟ تقریبا 35 است، مجرد، نه خانه داره، تقریبا یک 3-4 اولاد داره، یک 2 پسر یک 2 دختر. و ما آیا علت غرق شدن این کشتی روشن شده است؟ علت وقوع حادثه تعداد بیش از ظرفیت کشتی بوده که توسط کشتی حمل می شده، یعنی کشتی به مراتب بیشتر از تعدادی را که حمل می کرده ظرفیت کمتر داشته، از این رو متاسفانه دچار سانحه شده و غرق گردیده. فقر، بیکاری، ناامنی و در برخی از حالتها بی‌عدالتی در کشور سبب می شوند تا مردمان کشورمان سفرهای غیر قانونی را پیش گیرند و به کشورهای امریکایی و اروپایی بروند و خود را تومه نهنگهای دریایی بسازند. چارچوب تشکیلات کابینه تازه و سهم رئیس جمهور و رئیس اجرایی در گزینش وزیران در هفته جاری روشن خواهد شد. معاون اول رئیس اجرایی میگوید اعضای کابینه بر بنیاد دانش و حرفه انتخاب خواهند شد. در همین حال شماره از آگاهان میگویند که اگر اعضای کابینه در زمان معین اعلام نشود، مردم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. دایره زمانی برای پایان مهلت اعلام اعضای کابینه تنگتر می شود و انتظارها برای انجام این کار بیشتر می گردند. بیشتر اداره های دولتی که از آغاز حکومت وحدت ملی از سوی سرپرستان رهبری می شوند، گفته می شود که کارها به گونه‌ای کند و دل سرد به پیش برده می شوند.
رئیس جمهور وعده داده است که کابینه اش تا 1.5 ماه اعلام می کند، مهلتی که تا 4 روز دیگر به پایان می رسد. اما تا اکنون نشانه ای از پیشرفت کار در این زمینه دیده نمی شود. معاون ریاست اجرایی می گوید که احتمال دارد در همین هفته سهم رئیس جمهور و رئیس اجرایی در کابینه روشن شود. دوم رویل ایسم سی امشالله امید ده سی پدی هفته که با دی کابینه د تشکیل هغه چوکاټ بندی ته ضرورت ده، یو مشهود او محسوس تغییر راسی. انتظارها این هستند که در کابینه تازه حکومت چهره های گماشته شوند که از دانش و فهم بلند بهره مند باشند. وقتی که حکومت وحدت ملی به وجود آمده، بعد کابینه حکومت به پارلمان قرار زیرای تایید در این فاصله تعیین شود. امیدوار هستیم که پیش از اینکه یا با کنفرانس میرن، حکومت وحدت ملی طرف ها به تفاهم برسن که کسایی را که خود تشخیص میکنن، و امیدوار هستیم که افراد را تشخیص کنن که شایسته به این مقام باشن. اما گمان زنی های هم وجود دارند که مشکل بنیادی ابهام ها در توافق نامه میان رئیس اجراییه و رئیس جمهور است. اصل اینکه چرا کابینه به درازا کشید تشکیلش، عدم توافقشان در تقسیم پست های سیاسی و آنچه که در توافقنامه گنجانی داشته بود است. از سوی هم برخی از نهادهای مدنی حوزه شرق کشور از حکومت وحدت ملی می خواهند تا از بهر زدودن بیکاری و جلوگیری از گسترش فساد اداری در نهادهای دولتی به انتظارهای مردم پایان دهد و کابینه تازه را برگزیند. زمون ده زوانان و ده ملی اوالی طولنی غوښتنه دا ده چې کابینه دې زر تر زره معرفي او اعلان کړي، تر څو زموږ د ځورېدلي ملت زموږ د ځوانانو دغه تشویش رفع شي. برخی ها به این باورند که چگونگی کمک های جامعه جهانی به چگونگی گزینش اعضای کابینه حکومت وحدت ملی پیوند دارد. رئیس مجلس نمایندگان از حکومت میخواهد تا دوست و دشمن افغانستان را مشخص کند و رویکرد تازه از جنگ در افغانستان با هراس افغانان ارائه نماید. وی میگوید که نبود سیاست روشن حکومت در مبارزه با هراس افغانی سبب شده تا نیروهای امنیتی افغان دوست و دشمنشان را تشخیص دادن نتوانند. در این حال رئیس مجلس سنا خواستار شناسایی عاملان قتل های زنجیره‌ای در کشور شده است. در همایشی که برای یاد بود از جان باختگان شورای ملی به ویژه جان باختگان رویداد بغلان برگزار شده است، شماری از اعضای شورای ملی سیاست های حکومت را در پیکار با هراس افغانی و شناسایی عاملان رویدادهای خونین کشور انتقاد می کنند. رئیس مجلس نمایندگان می گوید که تا کنون حکومت تعریف مشخصی از دوست و دشمن ارائه نکرده است و این رویکرد نامشخص باعث سردرگمی شهروندان کشور و نیروهای امنیتی شده است. از رهبری دولت وحدت ملی می خواهیم تعریف مشخص از دشمن داده شود و جنگ افغانستان تعریف گردد، پالیسی دقیق برای ختم جنگ ترتیب یابد تا به این وضع مبهم نقطه پایان گذاشته شود و مدافعین ما هم بفهمند که با کی می جنگد و موضع‌گیری زعامتشان در قبال این انجام وظیفه‌شان چگونه است. هر سال شمار از شخصیت‌های سیاسی و اعضای شورای ملی حکومت را در بررسی رویدادهای بزرگ هراس افکنانه و قتل‌های زنجیره‌ای در کشور به بی‌پرواهی متهم می‌سازند. در همین حال رئیس مجلس سنا از حکومت می‌خواهد که به پرسش‌های مردم و اعضای شورای ملی درباره چگونگی قتل‌های زنجیره‌ای و حمایتگران عاملان این رویدادها پاسخ دهد. در افغانستان در ملی شورا در دوار خود در استاز و در جهادی قماندانان و مخور و علما و مخور و سپینگیر و پر زنجیروی قتلونو که لاس داری چوک دی در کمی خواه تمویل کی گی اول یا در کم هدف در پاره. هنوز هم مقام های دولت برداشت و تعریف یکسان از دوست و دشمن ندارند و بارها اختلافات در گفته های این مقام های دولتی در این باره دیده شدند. در 13 سال گذشته با آن که نزدیک به 300 هزار نیروی داخلی و خارجی در افغانستان سرگرم نبرد با مخالفان و مسلح دولت بودند و هزارها نیروی امنیتی افغان و غیر نظامیان در این رویدادها کشته شدند، اما همواره رئیس جمهور پیشین کشور طالبان را برادر خطاب کرد. حالا هم که حکومت نو روی کار آمده است، اما تا کنون هم مشخص نیست که نیروها
با کی و برای چی می جنگند. احمد جوادی، زیارت جاهی، طلوع نیوز. تا لحظات دیگر. دغدغه رئیس جمهور گذشته از فروپاشی اقتصادی فرانسه. خوش آمدید. آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی 1500 سرباز دیگر به عراق می فرستد. طرح فرستادن این نیروها را باراک اوباما تایید کرده است. با فرستادن این نیروها به عراق، شمار نیروهای آمریکایی در این کشور به دو برابر افزایش خواهد یافت. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طرح فرستادن 1500 سرباز دیگر ارتش این کشور را به عراق تایید کرد. بر بنیاد این طرح، شمار نظامیان آمریکایی در عراق به هدف مبارزه با گروه داعش به دو برابر افزایش می‌یابد. سخنگوی پنتاگون تایید این طرح از سوی باراک اوباما را می‌پذیرد. این کار اکنون صورت می‌گیرد، چرا که عراقی ها به این نتیجه رسیده و تمایل و توانایی خود را نشان دادند. پس آنان به مرحله رسیدن که نیاز به راهنمایی و یاری دارند. در همین حال، کاخ سفید از کنگره این کشور خواسته است تا 5,600,000,000 دلار را برای مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی تخصیص بدهد. قرار است نیروهای تازه نفس ارتش ایالات متحده آمریکا به عنوان مشاوران نظامی به ولایت انبار عراق فرستاده شوند. شهروندان فرانسه نمیتوانند فروپاشی اقتصادی کشورشان را تماشا کنند. نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، میگوید وای تا حد توان خواهد کوشید که از سقوط اقتصادی این کشور جلوگیری کند. آقای سارکوزی میگوید که وای میتواند تمامی نیروها را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور متحد سازد. تا لحظات دیگر. نبود برق کارخانه های کندهار را با رکود روبرو کرد. باز هم خوش آمدید. و نبود برق، آب و دیگر تأسیسات زیربنایی صنایع کندهار را با رکود روبرو ساخته است. شماری از کارخانه‌داران کندهار که به کابل آمدند میگویند که از 8 روز بدین سو 120 کارخانه در ولایت کندهار برق ندارند و تا 1,000,000 دلار به کارخانه‌داران زیان رسیده است. مسئولان انجمن صنایع و شماری از کارخانه‌داران کندهار به کابل آمدند تا مشکل قطع برق کارخانه های کندهار را با شرکت برشنا و دیگر مشکلاتشان را با مقام های حکومتی مطرح کنند. آنان میگویند که در نتیجه نبود برق در 8 روز گذشته کارخانه های کندهار از فعالیت باز ماندند و کارخانه داران تا 1,000,000 دلار زیان کردند. برق چی دی؟ یو ژوندون د صنایع د پاره دی؟ که برکی صناعت به ژوندۍ یي، هغه د صناعت نفس دی، ژوند یې دی. که برق ولاړی صناعت ختم سو. په جناتورو باندې د فابریکو چلول مشکل دی. په دې کې باید دولت اساسي کار وکړي، دایمي کار په وارداتي برق موږ ته پیدا کړي. در همین حال اعضای انجمن صنایع افغانستان از حکومت میخواهد که برای حل مشکلات صنعتکاران کندهار به گونه فوری توجه کند. منظم برق باید برازی داده شود، تا بتانه که هم از واردات روی گرفته شود، هم به همون مردمی که امروز 4,000 مردم کار میکنن، یه به 8,000 و به 10,000 و به 100,000 ما برسانیم. از سوی دیگر سخنگوی شرکت برشنا میگوید که برق کارخانه های کندهار در نتیجه مشکلات امنیتی در مسیر بند کجکی و تمام شدن مواد سوخت قطع شده است. نامنی کجکی است و نرسیدن تیل که خوشبختانه امشام و نیروهایی که بر ما باید تیله بتن اونا هم حرکت کردن تانکرشون الاغ عصر امروز میرسه و همچنان تا عصر امروز انشالله که برق کجکی هم وصل میشه و زردو جانب مشکل میشه. این در حال است که انجمن صنایع کندهار و انجمن صنایع افغانستان هشدار میدهند که اگر به مشکلات کارخانه ها رسیدگی نشود، کارخانه داران و کارگران بر راهپیمایی های اعتراض آمیز دست خواهند زد. در آخر نگاه دیگر و چند خبر. بزرگترین برنامه آمریکا برای توانمندسازی زنان افغان امروز گشایش یافت. جسدهای 10 شهروند افغانستان که در آبهای ترکیه غرق شدند امروز به خانواده هایشان سپرده شدند.
و آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی 1500 سرباز دیگر به عراق می‌فرستد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.